و یونس علیه السلام یک کل اینها جمع میکنه برشون میگه که از طرف الله برای شما عذاب میایه اگر ایمان بیارید ممکن عذاب الهی دفع شه و اگر ایمان نیاورید از جانب خداوند سخت یک ابتلا و آزمایش قرار میگیرید شما و اینها را رها میکنه و خودش حرکت میکنه در بینشان قره کشی میکنن یک بار قره کشی میکنن به نام یونس بالا میاه. بار دوم قره کشی به نام یونس بالا میاه. بار سوم به نام و هیچ راه و چاره هم نیست فیصله به همی است که باید یک نفر بیندازیم پای نزی کشتی حضرت یونس علیه السلام در نمی اصنا از کشتی می پایین از اونجا از شهر فرار کرده بود گفت عذاب الهی میایه قوم تنها گذاشته بود منم در یک زمانی وقتی که بچه بودم فکر میکردم این داستان ها را میشنویدم میگفتم مگر ممکن یک انسان را به اصطلاح یک ماهی بخوره و پس سالم بدر شود ولی امروزه وقتی شما می‌بینید، مثلا در ویدیوها در این مثلا بحرهای بسیار بزرگه که همه فلمها و ویدیوهایشان همگانه می‌سازن. و این های بزرگه که در این امقی دریاها و بحرها وجود داره نه تنها یک نفر اگر ده نفرم او بخوره احتمال میره که پس او رو به اسطلاح مکمل سالم درش بیاره این طبیعت انسان است. اگر حرفهایی به نفعش بود به مزاجش بود قبول میکنه اگر برخلافش بود خندید میکنه قبول نمی‌کنه. او خالقی که آواز یونوس در در دریا در بطن ماهی میشنود که میگوید لا اله الا انت سبحانك آواز تو را در روی زمین نمیشنود برادران و خواهران عزیزم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بازم شما را خوش آمدید میگم بحث ما در مورد یکی دیگر از داستان ها و قصه های قرآنی هست داستان و یا قصه حضرت یونس علیه السلام, و السلام هست شما در مورد داستان یونس حتما شنیده اید یونس کسی است که در یک اتفاق بسیار عجیبی قرار میگیرد و در شکم ماهی و در قعر دریا شاید نکات مختلفی شنیده باشید بیاید با هم ببینیم که داستان یونس از چی قرار است حضرت یونس علیه السلام پیامبر بوده و همولا از الله تبارک به تعالی و تعالی میگه و این یونوس لمن المرسلین یونوس از جمله فرستادگان شدگان بوده مرسلین است یعنی از جانب الله من حیسی پیامبر فرستاده شده برای قومش و تعداد قومش هم زیاد بوده حتی قرآن میگه که بالاتر از هزار نفر بوده یعنی قوم حضرت یونوس علیه السلام و یعنی یگان پیامبری که در قرآن در مورد قومش قرآن میگه که تعدادشان تقریبا به صد هزار یا چیزی بالاتر از صد هزار نفر می رسید. قوم یونس علیه و السلام و بود. و پیامبران وظیفه اصلیشان غالبا دعوت به سوی الله تبارک به تعالی هست. تمام انبیاء علیه و السلام و در گرد یک محور می چرخید برنامهشان لقد بعثنا في كل امت رسول انعبد الله وجتنی بالطاغوت از الله تبارک و تعالی اطاعت کنید یعنی الله را پرستش کنید و از تاغوت اجتناب بکنید یعنی هر آنچه که سبب میشه شما را از خداوند دور بسازه اینو میگن تاغوت و یونس علیه السلام و سلام آمد برای قومش مدتی زیادی دعوت کرد هر قدر اینها را دعوت داد تبلیغ کرد گوش نکردن تعداد بسیار اندک ایمان آوردن ولیکن قضیه به جایی میرسد خب انبیاء علیه السلام و هم انسان بودند، بشر بودن از جنس خود بشر بودن خسته میشود حضرت یونس علیه السلام قهر می شود. و قهر میشود و میآید برای قومش بشارت عذاب میداد از جانب الله تبارک و تعالی که ای قوم اگر اصلاح نشوید حرف خدا را قبول نکنید دعوت الله را نپذیرید الله تبارک به تعالی در این دنیا شما رو به یک ابتلا و آزمایش به یک عذاب گرفتار می کند شما یک دفعه افراد قبل از خودتان امتهای قبل از خودتان ببینید بخوانید سرنوشتشان ببینید بیایید اصلاح بشوید تا هم دنیایتان زیبا بشه و هم آخرتتان زیبا بشه یعنی هم در دنیا زندگی عزتمند داشته باشید و هم در آخرت چون انسان مسلمان جهتش دو طرف است یعنی هم میخواد دنیای خوبی داشته باشه هم آخرت خوبی داشته باشه و این معموریت و مسئولیت هر انسان مسلمان است و انبیاء علیه السلام و سلام همهشان مسلمان بودن و همه ادیان الهی گرد یک کلمه و محور میچرخه که اسلام است به همون لحاظ در قرآن میبینید ابراهیم میگه من مسلمانم موسی میگه من مسلمانم ایسا میگه من مسلمانم یوسف میگه من مسلمانم نوح میگه من مسلمانم انبیا همه مسلمان ولیکن قوانینشان شرایع زمان و مکان فرق میکرده به هر کسی طبق امو زمان خودش طبق امو به اصطلاح ظرفیت هایی که وجود داشته طبق تعداد افرادی که وجود داشته برنامه الله برایشان فرستاده و یونس علیه السلام هر قدر قوم دعوت میکنه گوش نمیکنه برای اینها بشارت عذاب میده خب انبیاء علیه السلام که دروغ نمیگن علیه از الله چیزی که میگوین از جانب الله میگوین حتما از جانب پروردگاری پیامر دریافت کرده بود که برای اینها عذاب میاد و این قوم هم هر روز بر یونس میگفتن که خب تو بگو چی وقت عذاب میاد چطور عذاب میاد باشه عذاب بیاید. ما ایمان نمی آوریم و یونس علیه و السلام یک کل اینها رو جمع میکنه برایشان میگه که از طرف الله برای شما عذاب میاد اگر ایمان بیاورید ممکن عذاب الهی دفع بشه و اگر ایمان نیاورید از جانب خداوند سخت یک ابتلا و آزمایش قرار میگیرید شما و اینها را رها میکنه و خودش حرکت میکنه از شهر میخواه بیرون بشه نظر به آیات قران به سیاق قرآنی معلوم میشه که در یک مسیری قرار میگیرن که باید از یک طرف دریا به طرف دیگرش با کشتی انتقال پیدا بکنن و شروع به اختراعی کشتی از زمان نوح علیه صلات و سلام قرآن صحبت میکنه یعنی بسیار قدامت تاریخی داره کسی تصور نکنه که مگر او زمانم کشتی وجود داشت بلی نوح علیه و السلام سلام کشتی سازه باز در جریان داستان نوح بیان میکنیم مقصیره. و ای حضرت یونس وقتی که می در کنار دریا از ابق الالفلک المشحون فصاها مفکان من المتحزین. وقتی می و به اصطلاح در این کشتی سوار میشه با یک جمع دیگری از افراد میخوان که از این مسیر عبور کنند. قوم رها کرده به حال خودشان. و اونا هم منتظر عذاب الهی است چند نفره که در کشتی سوار می شوند یک اتفاق یک قضیه پیش می آید بعض مفسرین گفتن که خب یک طوفان آمد و به اسطلاح موجه های دریا زیاد شد و تعداد سرنشین های کشتی زیاد بود احتمال میرفت که ممکن بار کشتی سنگین بود یا باید یک از این بار یک نفر کم بشه یا کل اینا غرق می شوند. یک تعبیر ایر دارن تعبیری دیگری را دارن میگن که نه در بین زنای یک قضیه اتفاق افتاد و اینا بالاخره بینشان یک فیصله کردن گفتن که بیاین یک قرعه کشی میکنیم هر کسی که قرعه به نامش بالا آمد بعد او خود رو در به دریا بیاندازه ببینیم چطور نجات پیدا میکنه از این دریا به هر حال اینا وقتی در کشتی سوار میشون در بینشان قرعه کشی میکنن یک بار قرعه کشی میکنن به نام یونس بالا میاد بار دوم قرعه کشی به نام یونس بالا میاد بار سوم قرعه کشی به نام یونس بالا میعه. و هیچ راه و چاره هم نیست. فیصله به است که باید یک نفر بیندازیم پایین از کشتی. حضرت یونس علیه و السلام در نمی اسنا است کشتی می پایین. از اونجا از شهر فرار کرده بود. گفت عذاب الهی میاد قوم قومه تنها گذاشته بود. و در اینجا هم در ای کشتی ابتلا و آزمایش دیگری دوچار شد. و است که بعد از کشتی پایین انداخته بشه. و یونس علیه و السلام را می گیرن از کشتی می اندازند پایین. در انمی اسنا که الله تبارک و تعالی قدرتش نشان میده در حقیقت یک 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 حکمت است میخواه یک چی در برای بندگانش ثابت بسازه که شما چنین پروردگاری داریم که او از چنین قدرت و عظمتی برخوردار است همون ذاتی که وقتی یوسف در چاه میاندازن برای جبرئیل میگه که این یوسف مواظب باش آرام در چاه فرود بره برش ضرری نرسه همون خالقی که ابراهیم رو وقتی در آتش میاندازند بر برای آتش میگه یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم سالم باشی ابراهیم مار نسوزانی و سردم نشی زیاد که از سردید از بین بره اذیت بشه همون خالقی که برای بحر دستور میده وقتی که موسی میای از این مسیر میشه موسی و یارانش باید سالم بدر شون اما وقتی فرعون میای و غرقنا آل فرعون رو فرعون همه غرق میشه همون خدایی که ایوب علیه السلام در نمو اوج سختی ها پس همه اون چیز دست داده برش برمیگرد در اینجا وقتی که یونوس میگیرن از کشتی می کشتی میندازن به دریا فلتقمه الحوت الله بر یک نهنگ بسیار بزرگی که در قره دریا است برش میگه این یونوس ما رو سالم نگاه کن یک ماهی میخورد منم در یک زمانی وقتی که بچه بودم فکر میکردم این داستان ها را میشنیدم میگفتم مگر ممکنه یک انسان رو به اصطلاح یک ماهی بخوره و پس سالم بدر شوه ولی امروزه وقتی شما میبینید مثلا در این ویدیو ها در این مثلا بحرهای بسیار بزرگه که همه فلم و ویدیو همگانی میسازن و این نهنگ های بزرگه که در این امقی دریاها و بحرها وجود داره نه تنها یک نفر اگر ده نفرم او بخوره احتمال میره که پس او رو به مکمل سالم به درش بیاره یعنی به او سرحد بزرگ است و شما بینید در بعضی از کشورها وقتی که یک نهنگ از آب دریا او رو بیرون میمانه به چی سرحد بزرگ است صدها نفر اگر بری پس دوباره به دریا انداختنش تلاش بکنن بازم کم است نمیتونن یعنی به او سویه بزرگ است اینجا هم وقتی که الله تبارک به تالا در جریان یونس میگه که در داستان یونس فلتقمه الحوت حوت بر اینمو بزرگترین ماهی آمون نهنگ میگوین فورا این نهنگ بزرگ یونس رو میبلد و الله برش دستور میده این یونس باید سالم بماند یعنی شکم این نهنگ شبیه یک زندان تعلیمیست بر یونس تعدیب از جای برای یونس علیه السلام نظر به اشتباهی که کرده قوم در حال خودشان گذاشته و فرار کرده از پیش اونا به حال خودشان رها کرده در اینجا یک نکته زیبای دیگر است که قابل تذکر است محمد صلی الله علیه وسلم با وجودی که قومش به چقدر او را اذیت کردن چقدر او را شکنجه کردن ولی در هیچ شرایطی اونها رو به حال خودشان نگذاشت حتی اونها تصمیم گرفتن برای قتل رسول صلی الله علیه وسلم او را از مکه به زور بیرون کردند. گفتن یا باید تبعید بشه یا باید کشته بشه یا باید زندانی بشه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم در هیچ شرایطی حاضر نبود اونها را رها بکنه و یونس علیه السلام رها کرد قومش خب حالا که این نهنگ یونس ار یونس علیه السلام به تعبیر قرآن در یک ستا تاریکی قرار می گیرد. یکی تاریکی قعر دریا هست دیگری تاریکی شب است دیگری تاریکی شکم این نهنگ یا ماهی بزرگ است در چنین جایی چه کسی به داد یونس می رسد این یک نکته دوم ای که به اصطلاح یونس چی دو آیر در اینجا که سبب نجات شد سوم ای که چند روز یا چند شب داری شکم ماهی ماند دیدگاه مفسرین در اینجا اختلاف نظر دارن ای میگوین که یونس علیه السلام سه شبانه روز مانده بود ایده میگن که هفت شبانه روز ایده پنج شبانه روز ایده حتی این دیدگاهی وجود داره که میگن تا 40 شبانه روز مانده اما جامعه تر رایج ترش که سه شبانه روز مانده در شکم ماهی و یک دعای بسیار عجیبی میخواند. و این دعایش خیلی مهمه برای ما و شما هم اونهایی که در سختی قرار میگیرید در مشکلات قرار می گیرید رسول ما صلی الله علیه وسلم می فرمان کسی که دعای برادرم یونس میخواند می او دستش خالی بر نمی گردد یعنی صد فیصد دعایش قبول میشه و قرآن هم می گه فلولا انه کان من المسبحین اگر یونس این دعا را نمی خاند تسبیح نمی گفت برای الله تبارک به تعالی از الله تقاضای کمک نمی کرد لبس فی بطنه الى یوم یبعثون و الله قدرت داشت که ایره تا روز قیامت در شکم ماهی زنده هم نگاهش کنه و در اینجا باشم و یک مثال دیگر یک کسی شاید فکر کنه بگه چطور ممکن یک انسان در داخل شکم ماهی زنده بمانه یه از عقل به دوره نی از عقل به دور نیست چطور ممکنه یک طفل از چهار ماهگی داخل شکم مادر زنده میشه یعنی به نه ماهگی تولد میشه چطور او چار یا پنج ماه در بطن مادر میمانه زنده چهار یا پنج ماه میمان حتی بیشتر از نو ماه وقتی اتفاق میفته خب پنج ماه ها نگاه کنید پنج ماه پنج تا سی چند روز میشه ضرب بزنید خودتان ای که اینجا مفسرین ادهی گفتن سه روز بوده و هفت روز بوده و پنج روز بوده و تا سی روز بوده و چل روز بوده استدلال است ولی به شک نیست که رب العالمین همین قدرت و توانایی را داره که انسان را در هر شرایط و مقطعی قرار به دور زنده نگاه کنه. بتن ماهی را خوب بگذار یک جای امن بوده برش بعضی انسانها را شما در زندگی میبینید بیس مرمی را در وجودش میخور اما سالم میمانه بازم زنده میمانه دستش از دست میده پایش از دست میده حتی چشمایش از دست میده گوشایش از دست میده ولی بازم زنده میمانه در حادثه خیلی خطرناک تر از اینو به خاطری گفتم که برای کسی شک پدید نه یک چطور ممکنه زنده بماند او خالق کائنات او خالق این همه سیارات توانایی را داره که بندهش در هر شرایط محافظت بکن خب دعایش چی بود وقتی که یونس در نمی تنگنا قرار میگیره این دعا را میخاند لا اله الا انت سبحانك اینی کنتو من الظالمین الله اکبر نیست هیچ ذات هیچ معبود سزاوار عبادت الا انت مگر تو یارب پاک هستی تو و اگر تو مرا نجات ندی از اینجا و تو به دادم نرسی من که به حق خود ظلم کردم و اشتباه خود پی بردم میفهمم فهمم که چیکار کردم الله میگه فلولا انه کان من المسبحین اگر دعا را نمیخوندی تسبیح را نمیگفت لبس في بطنه الى يوم يبعثه تا روز قیامت او را در اینجا نگاه میکرد یک نوع مجازات وقت وقتی که دعا را میخواند بالعراء وهو السقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100000 او يزيد وقتی که ای دعا را رب العالمين برای نهنگ دستور میده در کنار دریا پس بیرونش میاند یعنی از شکم ماهی خارج میشه از حلقوم ماهی نهنگ و الله جل و جلاله و حکمتی دیگری در اینجا بیان میکنه میگه و انبتنا علیه شجره میقتین در کنار دریا یک درخت رب العالمین قرار میده که این در کنار برگ و سایه این درخت قرار بگیره ایده از مفسرین میگن منظور از این درخت کادو بوده بسیار مفید بوده و در اون صحنه ای که یونس علیه السلام از بطن ماهی بیرون میشه بسیار وضعیتش اسفبار است و برگ کادو یا از خودی کادو استفاده بکنه بسیار برش مفید است ادهی گفتن نه مطلق درختی بوده حالا هر نوعی درختی که بوده خداوند خودش بهتر میدانه مثل اون درختی که خداوند در قرآن میگه ولا تقربا شجره برای آدم میگه برای درخت نزدیک نشو یک دوره به گندم تشبیه کردن یک دوره به سیب تشبیه کردن <تصف> یک دوره به درختی دیگری تشبیه کردن به هر حال اینجا یک درخت مفیدی بوده که هم برگش مفید بوده هم سایش مفید بوده هم میوهش مفید بوده که زمانی که یونس علیه السلام از این شکم ماهی بیرون میشه از می باید استفاده بکنه در یسنا پس دوباره به روی زمین برمیگرده و الله میگه ورسلناه الى مئت الفین او یزیدون پس ما دوباره فرستادیم به طرف قومش و قومی که صد هزار یا چیزی بیشتر از صد هزار بوده تعدادش. خب ای تا اینجا داستان خود یونس حالا سرنوشت قوم چی شد بعد از اینکه یونس برایشان گفت که بالاخره عذاب الهی برای شما میه اونها هم وقتی که یونس طرف دریا حرکت میکنه و اونها هم ترس و وحشت بر میداره و پس دوباره بالاخره ایمان میآورن وقتی که ایمان میآورن قرآن میگه این ایمانشان برایشان آنقدر منفعت رسان که عذاب الهی هم سرشان دفع شد فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله تبارك وتعالى ميقا اگر قوم إيمانش من فادر سنده بشو قوم يونس است فوقت يونس عليه الصلاة والسلام برشان بيان کرد و يونس طرف دریا حركت کرد اونها هم ایمان آوردن و این ایمانشان برشان منفعت رسند در حقیقت چند هم یک منفعتی که پس پیامبرشان دوباره برگشت دومی که از همون زندگی که داشتن لذت بردن تا وقتی که بودن سومی که عذاب الهی از اونها دفع شد چهارمی که همون پراکندگیشان از بین رفت پس همون متحد شدن همشان و یونس علیه السلام بعد از اینکه از بطن مایی بیرون میشه و طرف قومش شرکت میکنه و میره پس دوباره به قومش ملحق میشه این خلاصه داستان حضرت یونس علیه السلام هست یعنی آنچه که از این داستان برای ما میرسد من حیث درس و پن ما از میگیریم چیست یک دعوتگر باید خیلی با حوصله باشد یونس علیه سلام بی حوصلگی کرد نوح ببینید چقدر دیر دعوت میده و تا جایی میرسه که مردم میگه دعوت و قوم لیلا و نهار و شب و روزشان دعوت کرد و جایی میرسه که قومش ازش فرار میکنن دستایشان رو به گوشایشان میگیرن ولیکن خسته نمیشه ابراهیم چه قدر مبارزه میکنه؟ موسی موسا ایسا، ولی یونس کم حوصله شد زود قومی ترک کرد. دعوتگر باید بسیار با حوصله باشه شاید ده ها دو دشنام توهین تحقیر شکنجه ظلم بدبختی سر راید باشه ولیکن مسیری که تو می این مسیر مسیر عادی نیست باید مستقیم باشی استوار باشی ثابت قدم باشی چی مردم حرفی تا قبول میکنه چی قبول نمیکنه این طبیعت انسان است. اگر حرف به نفعش بود به مزاجش بود قبول میکنه اگر برخلافش بود ریش میکنه قبول نمیکنه نکته دومی دو که باز هم همون نکته که در داستان ایوب است اگر پیامبر هم باشی مورد ابتلا و آزمایش قرار میده و چی آزمایش های سختی و ابتلای هر انبیاء علیه و السلام متفاوت بوده از هر کدامش یک نوعی بوده اختبار یا امتحانشان ابتلای یونس علیه السلام عجیب است که زنده در بطن ماهی فرو بری و پس دوباره سالم به بشی این بیانگر چند چیز است یکی که ابتلای خود یونس بوده دومی که الله تبارک به تعالی نشانهای قدرتش به نمایش گذاشته و سومی که نشان میده همه در تحت تسخیر و فرمان الله هستند حتی ماهی های دریا که قرآن میگه یو سبح سب لله ما فی السماوات یو سبح لله ما فی السماوات همه چیز الله رو تسبیح میگوین حیوانات دریایی هم مخلوق از مخلوقات الله هستن به فرمان الله هستن وقتی الله برش میگه که نمیره سالم نگاهش کن پس دوباره در کنار دریا بیرونش بینداز اطاعت میکنه از الله سبحانه و تعالی فرمان الله رو به جا میکنه او میشناسد او خالقی که برش رزق میده ای را من حیث رزق نداده من حیث امانت داده برش پس ای امانت باید سالم تسلیمش کن و درس دیگری که از این داستان میگیریم که انسان در هر سختی که قرار میگیرد الله را فراموش نکند الله قدرت نجاتی تا دارد در هر سختی که باشه برادر عزیزم خواهر عزیزم هر وقتی که با مشکلاتی روبرو میشید این داستان های قرآنی قصه نیست که تنها فقط به خاطر قصه گفتن و ساعت دیری باشه اینها همش چیزهایی است که اتفاق افتاده درس است پند است او خالقی که آواز یونوس در قره دریا در, در بطن ماهی میشنود که میگوید لا اله الا انت سبحانك آواز تو را در روی زمین نمیشنود آیا مشکل تو بزرگتر است یا مشکل یونوس بزرگتر بود مشکل ایوب بزرگتر بود ایوب علیه السلام مشکل موسی عیسی نوح پرابلمی که ابراهیم با او روبرو است از تو سختتر است از اونها سختتر بود چرا ناامید میشی چرا خسته میشی چرا با خدا دعوا میکنی در هر شرایطی قرار داری از الله ناامید نباش الله میشنوه آوازی بندش همو خدایی که آواز یونس در قرید دریا میشنود آوازی تو را و دعا دعای یونس علیه السلام و یاد بگیر لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین در هر مشکل و هر غم و اندوه و مصیبتی که قرار بگیری اگر صادقانه و خالصانه بخوانی و به ای بابر و اعتقاد داشته باشی و صبرم در کنارش داشته باشی یک روز دو روز بعد میبینی که الله مشکلاتی تو برطرف میکن تسکین میشی ما برای توصیه میکنم مینیسی برادر کوشکتان اگر در ابتلا و آزمایش فقر قرار گرفتی بیاولادی قرار گرفتی مریضی قرار گرفتی جنجالای خانوادگی قرار گرفتی ناکامی و شکست قرار گرفتی در یک سردرگومی قرار گرفتی در هر نوعی از ابتلا و آزمایشات زندگی که قرار گرفتی زندگی خالی از سختی ها نیست برو وضوع بگیر در نیمه شب بلند شو سر به سجده بگذار بگو لا اله الا انت سبحانک این نکن تو من الظالمین بخوان صد مرتبه پنجا مرتبه ببین گشایش پیدا میشه در مشکل دیانه امتحانش کن به جایزی که دست به خودکشی میزنی دیوانگی خود را از دیوال پرت میکنی و چنین و چنان میکنی پترول میزنی خودت در میدی برو رای حلش پیدا بکن با آخرین درس که از این داستان ما میگیریم که ایمان سبب نجات انسان میشه قوم یونس علیه السلام به مجرد که ایمان می هم خودشان نجات پیدا می و هم از زندگیشان پس دوباره به حالت نرمال قرار می گیرد و از او لذت می الله تبارک و تعالی در کل قرآن در چهار جای قرآن از یونس علیه السلام نام برده که در دو جا اشاره به داستان یونس است یکی در سوره صافات آیت 39 که من امروز بیان کردم خدمتتان و یکی هم در سوره یونس آیت 98 جریان یونس بیان میشه و در دو جای دیگر فقط نام برده شده از حضرت یونس علیه السلام و السلام برادران عزیزم خواهران عزیزم این داستان ها هر کدامشان یک ارتباط بسیار عمیقی با زندگی ما داره ما خیلی از چیزها را میتونیم از اینها بیاموزیم به که هدف فقط ساعت تیری نیست یا قصه گفتن باشه از این داستان ها بلکه الله تبارک به تعالی در خود آیات قرآن میگه ما ای داستانها را برای شما بیان میکنیم و ذکر لی اولی الالباب اینها پند است برای اهل عقل و خیرت میتونه از اون خیلی چیزها را بیاموزه حالا تو هم میتونی قرآن برداری بخوانین این داستان یونس ببینی از این چی میاموزی موفق و مایت باشین السلام علیکم و رحمت الله